همکارم فرهاد پولادی که این سخنرانی رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. فرهاد، آقای پومپئو در این سخنرانی به چه مسائل مهم دیگری اشاره کرد و به نوعی آیا میشه سخنرانی آقای پومپئو رو اینطور تعبیر کرد که به نوعی از شکست کامل داعش از سوی ائتلاف جهانی خبر داده باشند؟ بله افشار، مسائل دیگه که ایشون بهش اشاره کردن اینی که باید همکاری های ائتلاف بین المللی برای کمک به دولت مرکزی در عراق بیشتر بشه تا این دولت بتونه با تروریست هایی که حالا خیلی کم باقی موندن به ویژه داعشی ها مبارزش رو ادامه بده. همچنین گفتن که باید از ماندگان و قربانیان داعش بهشون رسیدگی بشه و از اون حالتی که دارن خارج بشن. در رابطه با سوال دومی که مطرح کردی، خب آقای پومپئو کاملا توضیح دادن که شکستی که آمریکا مد نظرش هست و اون رو گفته، شکست داعش از نظر از دست دادن تمام زمین‌هایی که در دستش بوده، اون حدود 50000 کیلومتر مربعی که برای خودش خلافت خودخوانده اسلامی نامیده بودش. من برای اینکه بیشتر تحلیل داشته باشیم صحبت های آقای پومپئو، با تاماس جاسلین تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی صحبت کردم و یک سوالی که ازشون مطرح کردم این بودش که خب آقای پومپئو اشاره داشتن به اینی که در چارچوب شکست داعش و بازسازی سوریه و دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور، نیروهای نظامی و استقرار نیروهای نظامی ایران در سوریه نباید باشه. چقدر میشه به موفقیت این راهبرد امید داشت؟ ائتلاف به موفقیت در خارج کردن ایران از سوریه امید زیادی ندارد، زیرا آمریکا و متحدانش اهرم‌های زیادی علیه ایران در این زمینه ندارند. ایده‌هایی که می‌خواهند بر مبنای آن ایران را از سوریه خارج کنند با واقعیت فاصله دارد. تمرکز ائتلاف عمدتاً بر مبارزه بر داعش بوده که در آنجا موفق عمل کردند. همچنین از آقای جاسلین پرسیدم که خب آقای پومپئو اشاره داشتش که به اینی که تصمیم به خروج نیروهای نظامی آمریکا عملاً تغییر تاکتیک هستش و استراتژی و راهبرد کلیش تغییری نکرده. ازشون دقیقاً پرسیدم که چقدر به پیروزی کامل بر داعش با توجه به این تغییر تاکتیک امیدوارن. ائتلاف به موفقیت در خارج کردن ایران از سوریه امید زیادی ندارد، زیرا آمریکا و متحدانش اهرم‌های زیادی علیه ایران در این زمینه ندارند. ایده‌هایی که می‌خواهند بر مبنای آن ایران را از سوریه خارج کنند با واقعیت فاصله دارد. تمرکز ائتلاف عمدتاً بر مبارزه بر داعش بوده که در آنجا موفق عمل کردند. خب در این زمینه که آمریکا مجدانه دنبال این هستش که داعش از سوریه حالا هر به صورت هر شکلی که وجود دارن تمامش رو شکست بده و اینی که ایران استقرار نظامی در سوریه نداشته باشه، خب ما در صحبت‌های مختلف مقامات آمریکایی شنیدیم و امروز هم باز دوباره تکرار برای اون تایید شد.